وقتتون بخیر آقای احمدی نیا. کارگران پتروشیمی در چند شهر در حمایت از خیزش مردم در ایران دست به اعتصاب زدن. این اعتصابات رو چطور می‌بینید؟ سلام عرض میکنم و وقتتون بخیر باشه، وقت بینندگان هم بخیر باشه. اون چه که اتفاق افتاد از دیروز کلید خوردش باعث شده که یک ترس بسیار بزرگی در بدنه جمهوری اسلامی ایجاد شده، در این حد بزرگ که خب اومدن در درجه اول تکذیب کردن که به هیچ وجه ما تو هیچ پالایشگاهی اعتصاب نداشتیم، تو بعضی از پتروشیمی ها اعتراضات مختصری رو داشتیم و بعد سایت وبسایت هایی که در حوزه نفت و انرژی فعالیت میکنن و مرتبط با وزارت نفت و حکومت هستن، امروز به طور گسترده آگهی استخدام برای پتروشیمی های عسلویه منتشر کردن و دارن توی کانال های تلگرامیشون مرتب اینو بازنشر میکنن که یه مقداری فضای رعب و وحشت ایجاد کنن برای کسانی که اعتصاب کردن که ما میتونیم شما رو جایگزین کنیم، در حالی که قطعاً چنین چیزی امکان پذیر نیستش و ادامه این روند به خصوص توی پتروشیمی ها باعث کاهش تولید گاز و مشکل ایجاد شدن بر سر تولید گاز خواهد شد و اگر به پالایشگاه ها هم توسعه پیدا بکنه اون وقت دردسرهای بزرگتری برای جمهوری اسلامی رقم میزنه که اینو نمیتونن به این آسونی یا با آگهی استخدام یا وعده پرداخت حقوق و این مسائل باش کنار بیان. آقای احمدی نیا، درباره این دردسرها بیشتر توضیح میدین در صورت گسترش اعتصابها؟ دو تا مسئله بسیار مهم در حال حاضر توی صنعت نفت و گاز ایران وجود داره که حالا زمستان هر چقدر به زمستان نزدیک میشه مسئله سوم یعنی گاز هم بهش اضافه میشه. اون دو مسئله اصلی، یکی تامین سوخت در داخل، بنزین و گازوئیلی که باید تامین بشه، بیش از روزی 100 میلیون لیتر الان مصرف داخلی است بنا به اعلام خود وزارت نفت، و از طرف دیگه بحث صادرات نفت هستش. درسته که ایران نمیتونه پول نفت رو دریافت کنه، صادراتش هم به هیچ عنوان گسترده نیستش، اما برآوردها نشون میده ایران دست کم روزی 200 هزار بشکه درآمد نفتی داره و در صورتی که پالایشگاه ها بخوان اعتصاب بکنن یک مشکل دوگانه ای ایجاد میکنه. از یه طرف تامین سوخت داخل هستش چون ذخایر بنزینی که در داخل وجود داره کفاف نمیده برای طولانی مدت، حد اکثر یک ماه بتونه دوام بیاره، و از طرف دیگه مخازن نگهداری نفت هم پره در ایران. ما سالهاست الان زیر تحریمیم، مشکل اساسی دارن در ذخیره سازی نفت. پالایشگاه ها اگه کارش بخوابه اون وقت همون بخش تولید، بخش مصرفی داخل هم که از نفت کم میشدش یه مقداری فضا ایجاد میکرد، اونم اضافه میشه به اون چیزی که باید توی مخازن ذخیره بشه که نمیتونن، همچین فضایی رو در حال حاضر ندارن و این دردسر خیلی بزرگی براشون ایجاد میکنه. از اون ور پتروشیمی ها در صورتی که به صورت گسترده در هرمزگان و بوشه بخوان به اعتصابات بپیوندن، وقت پارس جنوبی نمیتونه با آهنگ فعلی گاز تولید بکنه. وقتی نتونه گاز با این آهنگ تولید بکنه، مشکل کمبود گاز در آستانه فصل سرما برای جمهوری اسلامی ایجاد خواهد شد. به طور قطع بخشی از این مشکلات برخواهد گشت به جامعه و مردم، ولی در صورتی که تصمیم مردم به تغییر باشه گریزی از این مسیر نیستش. ممنون از توضیحاتتون. بهزاد احمدی نیا از نیکوزیا.